ممنونم که کماکان همراه ما هستید در بورس پلاس 1 شهریور. ما یک ارتباط اسکایپی داریم با جناب آقای دکتر علی سعدوندی از کارشناسان خبره و ارزنده بازار سرمایه و قرار است حلوش یک موضوع جذاب صحبت بکنیم. بررسی تیم اقتصادی دولت محترم جناب آقای حجت الاسلام رئیسی، ببینیم که اوضاع تیم اقتصادی چگونه است، در سازمان برنامه‌ریزی بودجه چه کسی قرار است که متولی امور باشه، وزارت اقتصاد به چه عزیزی خواهد رسید و سازمان بورس چه تکاپویی خواهد داشت در این هول و هوش انتصاب‌ها. در خدمت آقای دکتر علی سعدوندی هستیم. صدای من را اگر دارید، سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان محترم این برنامه، در خدمت شما هستم. درود بر شما جناب دکتر و این محبت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید. خب تقریبا الان در تکاپوی این هستیم که دولت محترم کابینه اقتصادیش رو به نوعی معرفی کرده، کابینه هیئت دولت مشخص شده و دارن یک به یک از خودشون دفاع میکنن و شاید به نوعی ترکیب تیم اقتصادی مشخص شده. چطور میبینید فضای این در واقع ترکیب تیم اقتصادی و بدن اقتصادی دولت رو؟ بله، خب ببینید، یک تلاشی به نظر میرسه صورت گرفته که ترکیب تیم اقتصادی دولت یک ترکیب هماهنگی باشه. به طور مشخص نیروهای اجرایی دولت گذشته به همراه برخی از نیروهایی که در گذشته منتقد وضعیت در واقع سیاستگذاری اقتصادی کشور بودند، تیم اقتصادی دولت رو تشکیل میدهند. از نظر انسجام به نظر میرسه که انسجام خوبی تیم اقتصادی دولت داره، هماهنگی خوبی بین تیم اقتصادی دولت وجود داره. از نظر سیاست ها به نظر میرسه که سیاست های کلی هم تا اینجایی که مطرح شده بد نیست، اما آنچه که حائز اهمیت هست و همیشه مشکل ایجاد خواهد کرد، به قول خارجی ها، شیطان در جزئیات هست. باید ببینیم که اساس جزئیات و تاکتیک ها و استراتژی هایی که قرار هست برای نیل به اهداف کلی که در واقع مطرح شده، چه استراتژی ها، چه تاکتیک هایی در نظر گرفته شده برای نیل به اون اهداف. برداشت بنده این هست که به طور مشخص معلوم نیست، یعنی تیم اقتصادی دولت اصلا به جنبندی نرسیده. درسته که در ظاهر از یک انسجام بالایی برخوردار هست، ولی باطن این هست که اصلا گویا برنامه اقتصادی فعلا وجود نداره، فقط به آمال و آرزوها فعلا پرداخته شده. امیدواریم که در آینده وضعیت اصلاح بشه، امیدواریم که بیشتر مشخص بشه، ناتبینانی ها کمتر بشه، در آینده آشکار بشه که واقعا جهتگیری های دولت در اجرا به کدام سمت خواهد رفت. درود بر شما جناب دکتر. خب ما مشکلات فراوانی رو داشتیم در سال 1399 در بازار بورس و وعده حجت الاسلام رئیسی هم یکی از مؤلفه های تاثیرگذار و کلیدیش سامان دادن به این بازار و ایجاد ثباته که قطعا با درایتی که از ایشون هم در قوه قضاییه و آستان مقدس رضوی دیدیم، میتوانند که این مهم رو پیاده سازی بکنن. فکر میکنید این بازار به چه چیزی نیاز داره؟ چطور میشه ثبات و اعتماد رو به بازار بورس برگردونیم؟ بله، ببینید، اون مطلبی که شما فرمودید درست هست. جناب حجت الاسلام رئیسی وقتی که ریاست آستان قدس رضوی رو به عهده گرفتند، به همراه برخی از مدیرانی که الان هم همراه ایشون هستند و احتمالاً به مقام وزارت هم برسند، تجربه موفقی داشتند در مدیریت آستان قدس رضوی. به همین صورت بوده، حالا فارغ از بحث واکسن، جناب آقای مخبر هم در ستاد اجرایی کارهای خیلی بزرگی انجام دادن، یعنی گسترش خیلی زیادی اتفاق افتاد در ستاد اجرایی. اما مسئله اینجاست که در بسیاری مواقع سیاستگذاری اقتصادی کلان جدا هست از موفقیت‌های در سطح خرد، یعنی اتفاقا این ممکنه که افراد رو دچار مشکل در قضاوت بکنن. یعنی اینکه مدیری مثلا در رأس یک کارخانه یا در رأس یک مجموعه یا هلدینگ موفق باشه، هیچ دلیلی نداره که در سیاست گذاری اقتصادی کشور موفق باشه. دقت می‌فرمایید؟ چون اینتراکشن، یا ببینید، شما وقتی که مثلا در ستاد اجرایی هستید، در حال رقابت با سایر بنگاه‌ها هستید. وقتی که مقامتون میره در سطح سیاست گذاری اقتصاد کلان قرار میگیره، باید همه اقتصاد رو سعی کنید مدیریت کنید. و این اینتراکشن ها، اون وقت اون سیاست هایی که در گذشته اعمال می کردید، اینجا بعضی وقتا باید کاملا متناقض با اون عمل بشه. مثال میزنم خدمتتون، اگر که شما بخواید مدیر موفقی باشید، یعنی واقعا خدمت کنید در یک مجموعه بزرگ حاکمیتی، در یک مجموعه بزرگ دولتی، باید مجموعه خودتون رو گسترش بدید.
مثلا اگر واحد دامداری داره مجموعه شما، باید سعی کنید اینو گسترش بدید. وقتی در سطح مدیریت کلان قرار میگیرید کاملا معکوس این هست، یعنی با شما باید سعی کنید رقابت رو تشدید کنید، در حالی که شما وقتی در مدیریت مثلا یک هلدینگ زراعی قرار داشتید مثلا سعی میکردید که چی؟ سعی میکردید که قدرت انحصاری مجموعه خودتون افزایش بدید، سهم بازار خودتون افزایش بدید. بنابراین رویکردها بسیار متفاوته. برداشتی که من پیدا کردم این هست که دوستان عزیزی که الان بنا هست که سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور رو انجام بدهند، یک توهمی یا یک در واقع تصوری از خودشون دارن از موفقیت، که من باید این هشدار رو خدمتشون بدم که سیاستگذاری کلان کشور خیلی میتونه متفاوت از چیزی باشه که در گذشته اینها تجربه کردن. یعنی توصیه این هست که با این علم و درایتی که در گذشته از خودشون نشون دادن، انشالله به زودی دریابند که بحث سیاستگذاری اقتصادی برای کشور 85 میلیونی خیلی متفاوت خواهد. درود بر شما. البته اگر ما صحبتی هم میکنیم و نقدی هم میکنیم، صرفا دید تحلیلی است و نه دیدگاه نقادانه، و حالا بخوایم ناخودآگاه بخوایم در واقع نقدی بکنیم، نقد سریع داشته باشیم. جناب آقای دکتر، خب الان به نوعی رئیس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه مشخص شده و سکان هدایت رو دست گرفته. بزرگترین مشکلی که شاید در بدنه اقتصادی داریم این چاپ پولی بوده که متاسفانه در 2 سال گذشته به صراحت اعلام کردن جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی که ایجاد شده، و این رشد پای پولی و این رشد در واقع نقدینگی شاید بزرگترین مشکل دولت محترم جدید و کابینه اقتصادی این تورم قابل پیش بینی در سال جدیده. چطور میشه این تورم رو مهار کرد و چه بازارهایی میتونن بیان به کمک؟ آیا بازار بورس یک گزینه جذاب برای مهار تورم هست؟ بله، ببینید همین الان هم اگر که بازار بورس نبود، همین امروز با روندی که رشد نقدینگی و رشد پای پولی از آبان 99 تا همین امروز که من خدمت شما نشستم، با این روند رشد نقدینگی و رشد پای پولی اگر بازار بورس نبود، که وضعیت تورمی ما خیلی خطرناک میشد. یعنی به جرأت من خدمت شما عرض میکنم تنها بازاری که کل اقتصاد کشور رو فعلا نجات داده و به عنوان شاک ابزوربر یا کمک فنر اقتصاد عمل کرده، همین بازار بورس هست. البته نمیشه بیش از حد هم از بازار بورس انتقاد داشت که این تکانه های خارجی و داخلی اقتصاد رو جذب کنه و تکانه های سیاست گذاری رو جذب کنه. در مورد نکته ای که در ادامه سوال پیش شما فرمودید، ببینید هدف ما از نقد الان که عمل کردی که انجام نشده که ما نقد کنیم، که ولی ما هشدار میدیم که کمک بشه. دقت میفرمایید، بله. ممکنه گوش شنوا وجود داشته باشه، ممکنه مثل دولت گذشته گوش شنوا وجود نداشته باشه. در مورد همین سوالی که شما مطرح فرمودید، سال گذشته وقتی بودجه 1400 مطرح شد، خب من بنده یکی از معدود اقتصاددانانی بودم که مرتب و مکررن هشدار دادم که این بودجه بسیار تورمی است و بودجه‌ای هست که صدمه خواهد زد به اقتصاد ایران. متاسفانه بودجه از طرف دولت تحکیم شد، تقویت شد و از سوی مجلس متاسفانه تصویب شد و ما آثار تورمی بودجه 1400 رو همین الان حس می‌کنیم. البته آثار تورمی بودجه 1400 در کوتاه مدت برای بازار سرمایه مثبت بوده، ولی کلاً تورم به نفع هیچ کس در اقتصاد نیست به جز یک بخش اندکی، و من برداشتم این است که سهامدار به خصوص سهامداران خرد در نهایت از روند تورمی متضرر خواهند شد، و برداشت بنده این هست که اگر مثل کشورهای دیگر شرایطی پیش بیاد که تورم ما تک رقمی بشه و بریم به سمت تورم هدف 2%، اتفاقا پی بی بازار سرمایه افزایش پیدا میکنه و در یک فاصله شاید در حدود 6 ماه تا 1 ساله اتفاقا کسانی که سهامدار بودن به شدت منتفع خواهند شد. یعنی دقیقا جهتگیری باید عکس این جهتگیری باشه که فعلا فعالان بازار سرمایه برداشت کردن. اما مشکل اینجاست که فعالان بازار سرمایه هم سال گذشته بسیار متضرر شدن و تبدیل شدن به افرادی که دید بسیار کوتاه مدت دارن متاسفانه، و این هم افزوده شده به سیاستگزار اقتصادی کشور که سالیان سال هست دید کوتاه مدت داره، و کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان که اونها هم به جای اینکه دید بلند مدت داشته باشند، معمولا تحلیل‌های بسیار کوتاه مدت است. یعنی برآیند این نیروها رو که ما در نظر میگیریم، انگار همه با همدیگه دارن میپذیرن که ما شرایط تورمی رو ادامه بدهیم. حالا من یک نکته مثبت اینجا خدمت شما عرض کنم. به هر حال در برنامه‌های دولت گفته شده، حداقل در وزارت اقتصاد، در برنامه‌های وزارت اقتصاد گفته شده که بنا هست که به تورم اولویت بدهند، به کنترل تورم اولویت بدهند. به نظر من اولویت اول اقتصاد ایران باید کنترل
تورم باشه. اما اینکه آیا من از سازمان برنامه بودجه و از ریاست محترم سازمان برنامه بودجه آقای میرکاظمی من چیزی شنیدم که حکایت از این داشته باشه که قرار هست در روند مخرب 50 سال گذشته خللی به وجود بیاد و تغییر ایجاد بشه و به سمت اصلاح برویم، تا امروز من ملاحظه نکردم. اگر فرصت باشه بعدا خدمتون عرض میکنم که چه سیاستی باید برای کنترل تورم در پیش گرفته بشه. درود بر شما جا دکتر. درباره بودجه صحبت کردید، خب بودجه سال 1400 رو کابینه اقتصادی جناب آقای دکتر روحانی در واقع زحمتش رو کشیدن و نهادینه کردن. الان دولت 13ام 6 ماه با بودجه قرار کار بکنه که نبستتش و شاید هزار و یک مشکل ایجاد بشه. فکر میکنید بودجه که برای سال 1400 بستن با همه مشکلات باید واقعا نباید یک طرف هم به قاضی رفت؟ ما درگیر مشکلات عدیده هستیم، واقعا تحریم های ظالمانه که علیه ما از خوب درگیری بیماری کرونا در کل کشور، همگی تحت تاثیر و هزینه های سنگین رو بر دوش دولت گذاشته. با همه این اما و اگرها و چرایها و بایدها و نبایدها، این بودجه که بسته شده، چون من میدونم شما یکی از کارشناسای ارزنده حوزه اقتصاد هستید، هم خورد هم کلان، آیا میتونیم 6 ماه رو دولت در واقع به نوعی هدایت و مدیریت صحیح بکنه تا برسه به جایی که بخواد خودش یک بودجه جذاب رو طراحی بکنه؟ بله، به باور بنده باید بودجه اصلاح بشود. ببینید این بودجه اگر نقصی داره به تحریم و کرونا مربوط نمیشه. ببینید دولت گذشته بودجه رو 70% بالاتر، سطح در واقع سقف بودجه رو 70% بالاتر بست که بتواند در 5 ماه اول سال کل درآمد تخصیصی رو، کل درآمدی که دریافت میکنن رو صرف اتمام پروژه های نیمه تمام بکنن. حالا این چقدر به نفع اقتصاد کشور بود، این یک علامت سوال بزرگی هست که در مقابل ما قرار داره و به باور بنده حتی دولت قبل نتوانست محبوبیت سیاسی از این سیاست بخرد. دقت می‌فرمایید؟ یعنی به نفع دولت بود، به باور بنده به نفع دولت 11 و 12 بود، به نفع دولت تدبیر و امید بود که کشور رو با تورم پایین‌تر در اختیار دولت جدید قرار میداد، نام نیکی به یادگار میگذاشت، در حالی که دولت پیش در نهایت تصمیم بر این گرفت که با ایجاد پای پولی، با ایجاد تورم اقدام کنه به اتمام برخی از پروژه های اقتصادی که اصلا معلوم نیست آثار مثبت اون پروژه های یعنی آثار مثبت افتتاح اون پروژه های اقتصادی بر اقتصاد کشور تا چه حد بوده، چقدر آیا مثلا اشتغال ایجاد کرده، چقدر فقر رو کاهش داده، چقدر نابرابری ها رو کاهش داده. به باور بنده اثر منفی تورمی که ایجاد شده به مراتب بیشتر از آثار مثبت افتتاح اون پروژه ها بوده. بسیار عالی. جناب آقای دکتر، اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم هولوش موضوعی که با هم دیگه آغاز کردیم، خب رفتیم سر زدیم به سازمان‌های مختلفی که درگیر هستن در کابینه اقتصادی، در نهایت افرادی که اینجا چیده شدن یا معرفی شدن برای بدنه اقتصادی با توجه به سابقه‌ای که دارن، فکر می‌کنید می‌توانن نوشدارویی برای ما مهیا بکنن و انشالله برگردیم به یک فضای اقتصادی باثبات، یا کار خیلی سختی رو در پیش دارن؟ باور بنده است بسیار بسیار کار مشکلی رو در پیش دارن. از صحبت هایی که شده مشخص است که عمق مشکلات رو فعلا آگاه نیستند، فعلا عمق معضلات، عمق مشکلات رو آگاه نیستند. برنامه های مثبتی رو من در وزارت اقتصاد دیدم، یعنی برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد، مثلا مبارزه با انحصارها، مثلا تسهیل کسب و کارها و مجوزها، اینها اقدامات بسیار مؤثری است اگر انجام بشود. اما به جز این بقیه مسائل که ما میبینیم خیلی کلیگویی در سیاست‌های اقتصادی دولت دیده میشود، حتی جملات متناقض یا غیر شفاف دیده میشود. یعنی به یک مثلا به یک عبارتی مسئول محترمی که قرار هست انشالله سکان امور رو در دست بگیرن، یک زمانی میگن که ما باید نظام قیمت‌گذاری رو اصلاح کنیم، بعد دوباره خودشون همین مسئله رو اصلاح میکنن، میگن من موافق قیمت های دستوری نیستم. البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض کنم، امروز در مجلس وزیر پیشنهادی وزارت کشاورزی واقعا موضعی گرفت که در طی چند دهه گذشته بی سابقه بوده در وزارت کشاورزی و ایشون متذکر شدن که قیمت کالاهای کشاورزی رو نباید دستوری تعیین کرد. این به نظر من یک امر مبارکی بود، حداقل ما یک نسیم ملایمی رو از فرهیختگی و عقلانیت مشاهده کردیم. اما در بسیاری مواقع شما میبینید که تنها کلیگویی، حتی یک وقتایی میبینید که خود بزرگبینی متاسفانه دیده شده در دفاع از خود در کابینه، و امیدوارم که به زودی مسئله اصلاح بشه، یعنی راحت هم اصلاح خواهد شد. یعنی به محض این که با واقعیت‌های جامعه
مسئولان جدید مواجه بشوند، من مطمئنم که رفتارها و منشها تغییر خواهد کرد. درود بر شما جناب دکتر. یک سوال دارم درباره قیمتگذاری دستوری. خب اکثریت که نه، تقریبا همه کارشناسان بازارهای مالی مختلف و در صنایع مختلف مخالف قیمتگذاری دستوری هن. یعنی در بخش فولاد قیمتگذاری دستوری خیلی ما رو به عقب شاید هدایت کرد، حتی در صنایع لبنی، در محصولات کشاورزی ما این رو تقبیح میکنیم، یعنی میگیم قیمتگذاری دستوری به نوعی باید حرکت کنه به سمت اقتصاد آزاد و بازار آزاد. ولی یک سوال از شما دارم به عنوان یک اقتصاددان، آیا معیشت مردم رو هم میشه در نظر نگرفت؟ یعنی اگر این قیمت ها بره به سمت قیمت های در واقع آزاد و بازار آزاد، آیا مردم هم میتوانند با توجه به ضریب پای پولی، با توجه به تورم پیش رو، با توجه به هزار یک مشکلی که داریم که انشالله حل بشود، فکر میکنید مردم بتونن از پس این بازار آزاد بر بیان، یا سفره مردم شاید کوچک و کوچکتر بشه؟ نه ببینید، کاملا عکس این هست که شما میفرمایید. ببینید ما این سیاست قیمتگذاری رو از قبل از انقلاب آغاز کردیم. سیاست های تعزیراتی و قیمتگذاری و داغ و درفت در اقتصاد رو ما یکی از واعظانش در جهان هستیم. یعنی ما حتی نظام کمونیستی هم نداریم، نظام سوسیالیستی هم نداریم، ولی خیلی سعی کردیم که به فعالان اقتصادی فشار بیاریم. از قبل از انقلاب یکی از پایه‌های انقلاب بازاریان بودن که اعتراض داشتن به سیاست‌های قبل از انقلاب. بعد از انقلاب نه فقط این سیاست‌ها رفع نشد، بلکه تشدید هم شد. خب نتیجه چی بوده؟ نتیجه‌اش این بوده که این سیاست‌های تثبیت قیمتی در نهایت باعث شده که ایران متأسفانه دچار مزمن‌ترین تورم تاریخ بشریت شده. یعنی ایران کشوری هست که 50 سال به صورت مداوم تورم داشته. 50 سال، نیم قرن، دقت می‌فرمایید، ما تورم داشتیم. پس این سیاست، سیاست شکست خورده ایه. اتفاقا این سیاست، سیاستی است که سفره مردم رو متاسفانه کوچک کرده. چون اگر بنگاه‌های تولیدی برای بنگاه‌های تولیدی صرفه نداشته باشه که تولید کنند، دیر یا زود به انواع مختلف تولید خودشون رو کاهش خواهند داد. و این اتفاقی که در کشور افتاده. ما ای کاش کالا باشه و گران باشه، این خیلی بهتر از اینه که کالایی نباشد. وقتی کالایی نیست یعنی قیمت بی‌نهایته و سطح رفاه به شدت کاهش پیدا میکنه. دقت میفرمایید، اتفاقا سیاست کنترل تورم دقیقا عکس این سیاست بود. یعنی ما انگیزه میدادیم به فعالان اقتصادی که سطح تولید رو بالا ببرن. وقتی همه با هم سطح تولید رو بالا میبردن، خب یک و بالا ببرن، یک حالت در واقع وفور در بازار شکل خواهد گرفت. و این وفور به باور بنده علارغم تحریم ممکن هست. یعنی ممکنه که همه بنگاه‌ها سعی کنند همه با هم دیگه وضعیت رو پیشرفت بدن، اشتغال رو افزایش بدن، رشد تولید داشته باشن و این تولیداتی رو که وارد جامعه میکنن تبدیل میشه به درآمد برای خانوار. دقت میفرمایید، یعنی از یک جهت تولید در اقتصاد شروع میکنه بالا رفتن، از جهت دیگه درآمد در اقتصاد بالا میره. این دوتا معادل همدیگه حرکت میکنن و بالا میرن. این که سطح تولید رشد کنه، رشد اقتصادی داشته باشید، این بهترین سیاست ضد تورمی است. اگر میخواید تورم رو کنترل کنید، ببینید سه تا نکته رو باید با همدیگه در نظر بگیریم. یکی رشد نقدینگی رو به عبارتی باید کنترل کنید. ولی اگر فقط رشد نقدینگی رو کنترل کنید، رکود به وجود میاد، همون رکود خودش تورمزا خواهد بود. در واقع سیاستی که فقط کنترل پای پولی داشته باشه، یک نوع سیاست تعویق تورمی است، نه سیاست کنترل دائمی تورمی. اما اگر شما خواستید تورم رو برای همیشه کنترل کنید، نه فقط باید رشد نقدینگی و رشد پایه پولی رو کنترل کنید، بلکه همزمان باید رشد تولید در کشور ایجاد کنید و همزمان باید بازار سرمایه‌تون تقویت بشه. یعنی حالا ممکنه که 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 6 ماه شما بازار سرمایه رو وارد یک رکود بکنید، ولی در نهایت اگر خواستید سیاست تورمیتون موفق باشه، بخشی از نقدینگی باید جذب بازار سرمایه بشه. اتفاقا قیمت‌های تعادلی اگر که بازار سرمایه مطمئن بشود، ما تجربه سایر کشورها هم اینطور بوده که وقتی فعالان بازار سرمایه مطمئن شدن که سیاست کنترل تورمه، شما ناگهان می‌بینید که افراد دوباره میان ارزش سنجی می‌کنن شرکت‌ها رو. با چه نرخی؟ با نرخ تنزیل جدید، با نرخ تنزیلی که هم صرف ریسکش پایین‌تره، هم کاست آف فاند پایین‌تره، هم نرخ بهره پایه پایین‌تره. دقیق میفرمایید، بنابراین شما میبینید که وقتی که نرخ تورم داره کاهش پیدا میکنه، پی بی ای شما از 4 و 5 و 6 و 7 تبدیل میشه به پی بی ای 10 و 15 و 20 و اون وقت است که همه در این اقتصاد منتفع خواهند شد، همه برنده خواهند شد.
یک شرایط برنده برنده در اقتصاد ایجاد خواهد شد. جناب دکتر، در صحبتتون فرمودید کالا باشد و گران باشد و در واقع نسخه‌ای که پیچیدید برای اینکه انشالله تورم کاهش پیدا بکنه و برگردیم در مدار صعود اقتصادی، رشد نقدینگی رو باید نگه داشت و از طرفی با کنترل پای پولی تقویت بازار سرمایه رو داشته باشیم. واقعا بعضی مواقع نمیشه دولت‌ها رو هم شاید متهم کرد یا گلایه منمود. ببین، من یک مثال رو میزنم. در اخبار نگاه کردم، دیدم ماده اولیه روغن موتورها رو شرکت‌ها به جای اینکه بیارن در چرخه تولید، با توجه به اینکه نرخ دلار گران شده بود، اینا به عنوان مواد اولیه صادر کرده بودن. یعنی این کالاه میتوانست باشد ولی گران باشد، ولی خب خیلی از این دست اندرکاران و شرکت‌ها و خود همین عامه مردم، خود من و شما، نکردیم و نخواستیم و در نهایت شد همین. شاید به نوعی باید یک در واقع اسکیل، یک مقیاس بیایم وسیع‌تر نگاه بکنیم و نمیشه همه تقصیرها رو هم گردن دولت انداخت. شما خودتون استاد اقتصاد هستید. دولت، نظر شخصی بنده، به عنوان یک مادر خرج مملکت حساب میشه. یعنی باید یک آورده‌ای داشته باشه که بتونه خرج بکنه. نظر شما چیه دکتر؟ بله، این نظری که شما میفرمایید 50 سال است در این کشور داره اجرا میشه. این نوع نقدها 50 ساله که در کشور اجرا شده، باید یه زمانی متوقف بشه. من ببینید، من در برنامه شما شرکت میکنم، بنده به عنوان یک متخصص هم صراحت دارم هم صداقت دارم. درود بر شما. مسائل عرض میکنم. دقت بفرمایید، وقتی شما در مورد روغن صحبت میکنید که ماده اولیه روغن صادر شده، اگر فروشش در بازار داخل نفت داشت برای اون تولید کننده که ماده اولیه روغن رو صادر نمیکرد. واقعیت این هست که دخالت‌های دولت اتفاقاً موجب شده. وقتی شما میاد قیمت‌گذاری می‌کنید روغن رو در بازار داخل، اون وقت اون تولید کننده به جای اینکه خدمت کنه در این اقتصاد، در نهایت خیانت می‌کنه. یعنی چون می‌تواند ماده اولیه رو صادر کنه، ماده اولیه رو صادر می‌کنه، اون روغنی رو که باید بازار در واقع ارائه بده، ارائه نمیده. بسیاری از این معضلات وقتی شما ریشه یابی میکنید، اگر فقط به صورت خیلی کوچک و یک عکس مقطعی نگیرید و کل جنگل رو بخواید ببینید، کل تصویر رو بخواید ببینید، میبینید اتفاقا مقام سیاست گذار دولتی بوده که دخالت کرده و وضعیت رو خرابتر کرده، وضعیت رو بدتر کرده. نمونه های متعدد داریم. بازار مرغ بوده در سال گذشته، شما ملاحظه فرمودید، بازار گوشت بود، بازار کالاهای. خب ظاهرا ارتباط ما با جناب آقای دکتر سعدوندی قطع شد. خودم شخصا واقعا لذت بردم از این گفتگو و امیدوارم سریعتر ارتباطمون برقرار بشه و بتونیم جمع بندی بکنیم. شاید به نوعی یکی از بهترین گفتگوهای من در شبکه تیوا بوده و افتخاری رو داشتم که در کنار آقای دکتر سعدوندی باشیم. جناب دکتر، ظاهرا مجددا ارتباطمون برقرار شد. یه جمع بندی کوچیک اگه بخوایم بکنیم، بس قیمت گذاری دستوری بلای جان اقتصاده، چه باید کرد؟ بله، عرض کردم. ببینید، قیمتگذاری دستوری بوده که کار اقتصاد رو به اینجا رسونده. و ببینید، این دخالت ها متاسفانه رانت های بزرگی درش هست، فساد های گسترده درش هست. دقت میفرمایید، اگر قرار هست که ما از این رانت ها به در بیایم، اگر قرار هست که این فساد ها حذف بشود، باید به ریشه بپردازیم. ریشه همین هست که ما به یک مقام دولتی اجازه میدهیم که در بازار دخالت کنه، و چون این فرد قدرت داره در بازار دخالت کنه، بعداً متوجه میشه که از این قدرت میتونه در جهت منافع شخصی، خانوادگی، قومی و جناحی خودش استفاده کنه. اینها باید اصلاح بشه. تا وقتی که این شرایط اصلاح نشده، متاسفانه مشکلات پابرجا خواهد ماند. توصیه اکید بنده این هست که در دولت آینده، در دولت جدیدی که انشالله روی کار میاد، توصیه اکید بنده این هست که ما از تجربه ناموفق 50 سال گذشته درس بگیریم. و اتفاقا در کشور خودمون سیاست های اقتصادی دیگری داشتیم که قبل از دهه 50 اجرا شد در کشور، در دهه 40 اجرا شد و نرخ تورم مدت 10 سال زیر 2% بود. نرخ رشد اقتصادی به مدت 10 سال دو رقمی بوده. خب ما اینجور سیاست هایم در همین کشور خودمون داشتیم، یا در کشورهای همسایه خودمون همین امروز هم میبینیم وقتی سیاست ها تغییر کرد در گرجستان، چقدر سطح رفاه این کشور افزایش پیدا کرد. دقیق میفرمایید، ما میتونیم به سمت سیاست هایی بریم که نرخ تورممون زیر 2% بشه، میتوانیم به سمت سیاست هایی برویم که متاسفانه نرخ تورممون تازه امروز رو ما بگیم خدا در واقع برگردونه ما رو مثلا به شرایط تیر 1400. یعنی ممکنه که نرخ تورم ما فاجعه بشه اگر این سیاست ها ادامه پیدا کنه. ببینید، من اگر خدمت شما دارم با صراحت این مطالب رو عرض میکنم، چون نگران وضع کشورم هستم، چون نگران وضع معیشت مردم هستم.
دقت میفرمایید، ما باید درس بگیریم، باید تغییر به وجود بیاریم. همون صحبت هایی که جناب ساداتی نژاد امروز در مجلس در مورد محصولات کشاورزی ایشون مطرح کردن، در مورد محصولات صنعتی هم باید باشه. دخالت های دولت باید کاهش پیدا کنه، دولت باید بره به سمت سیاست گذاری، اون هم سیاست گذاری که ترویج کنه رشد و توسعه اقتصادی رو، نه سیاست گذاری که محدود کنه رشد و توسعه اقتصادی رو. امیدوارم یک روزی به اون سمت حرکت بکنیم. فعلا 50 سال حرکت نکردیم. دقیق میفرمایید، من برداشتم این هست که این سیاست هایی که توسط دولت های گذشته، از حق نگذریم، سیاست هایی که توسط دولت های گذشته اجرا شده مورد خواست عموم بوده. یعنی قیمت گذاری روی مثلا سیب زمینی و پیاز مورد خواست مردم بوده، ولی من باید اینجا هشدار بدم، باید آگاهی بدم به مردم عزیزمون که این سیاست ها در نهایت به ضرر معیشت، به ضرر اشتغال و به ضرر رفاه جامعه هست. درود بر شما جناب آقای دکتر. واقعا میتونم بگم که یکی از بحث‌های و گفتگوهای ویژه شبکه تیوا بورس بود و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوار هستم که کابینه اقتصادی جدید بتونن فردایی بهتر برای کشور عزیزمون برمقام بیارن. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. درود بر شما. من تشکر میکنم. خواهش میکنم، خدا نگهدار.